گرفتن عکس زنان در هنگام رای‌دهی یکی از چالش‌ها برای اشتراک زنان در انتخابات ریاست جمهوری است. شماری از زنان که امروز در همایش زیر نام تقویت مشارکت زنان شرکت نموده بودند، با نگرانی از این موضوع میگویند که عکس گرفتن از زنان در روز انتخابات ممکن بر حضور آنان تبعات بدی را در پی داشته باشد. این زنان از کمیسیون انتخابات خواهان تجدید نظر در این باره شدند. از سوی هم مسئولان کمیسیون ولایتی انتخابات هرات عکس گرفتن از زنان را در مرکز رای‌دهی حتمی دانسته و میگویند که عکس که در هنگام رای‌دهی از آنان گرفته می شود مسئول است. نگرانی ها از حضور کمرنگ زنان در انتخابات روز شنبه هفته آینده. شماری از زنان هرات که در اینجا در همایش زیر نام تقویت مشارکت زنان در انتخابات گرده هم آمدند، عکس گرفتن از زنان در روز انتخابات را یکی از چالش ها فراراه حضور زنان در انتخابات پیش رو عنوان کرد و میگویند ممکن این موضوع بر حضور زنان تاثیرات منفی در پی داشته باشد. با دوره پیشتر که از ولسی جرگه بود که انتخابات امی رای گیری میشد، اکثریت خانم ها عکس نمی گرفتن، خود من به اونجا کار میکردم. به مو خاطر این دوره نمی فهمش، اما به ولسوالی همی رقم است که اکثریت خانم ها حاضر نمیشن عکس بگیرن. این نگرانی ما داریم که در بعضی مناطق، البته مناطق داخل شهر و اطراف شهر مثل ولسوالی انجیل و ولسوالی گذره، اینا به اون صورت مشکلی نیه، اما در اطراف این مشکل وجود داره. خیلی به مشکل یک زن شاید بتونه حاضر بشه و یا خانواده خلقانه به سوسی که بتونه در انتخابات اشتراک بکنه و رای بده، اما زمانی که او حاضر بشه و این عکس گرفتن مانع از این حق از او بشه، در حقیقت یک سلب حقوق از سیاسی یک زن میتونه باشه. این زنان میگویند که ضروری خواندن عکس در روز انتخابات حق رای دهی زنان را سلب میکند و باید کمیسیون انتخابات در این مورد تجدید نظر کند، چیزی که از سوی مسئولان ولایتی کمیسیون انتخابات هرات رد شده و بار دیگر تاکید دارند که این فیصله حتمی است و به منظور جلوگیری از تقلب و سوء استفاده از رای زنان روی دست گرفته شده است. این فیصله نامه قبلا صورت گرفته بود، قابل تطبیق است و تا همین هکنون به ما کدام فیصله نامه جدید نامده که خانوما نمیتونن عکس بگیرن. و بازم تاکید میکنم که عکسی که توسط آلای بایومتریک گرفته میشه کاملا مسئول بوده، به هیچ وجه قابل انتقال به کدام وسیله دیگه ای نیستن و به سرور مرکزی وصل میشن و تا آخر وقت مسئول میمانند. در این حال مسئولان ریاست امور زنان هرات نیز عملی شدن این طرح را هویت بخشی به زنان خوانده و میگویند این طرح متضمن شفافیت در انتخابات است. کمیسیون انتخابات جواب هایی که در اختیار ما قرار داده این هست که این باعث میشه که یک سلسله شفافیت بیشتر در پروسه به وجود بیاید و خانم ها بتونند از رأی خود به گونه حقیقی مورد استعمال کنه و او مورد استفاده قرار بده. در غیر اون صورت ما میدانیم که با مشکلاتی که وجود داشته سبب میشد که افراد دیگر به ویژه آقایان از رأی خانم ها به گونه نیابتی استفاده کنند. نگرانی ها از حضور کمرنگ زنان به دلیل گرفتن عکس در روز انتخابات در حالی از سوی برخی از زنان در هرات مطرح می گردد که در انتخابات پارلمانی گذشته این موضوع اختیاری بوده، اما در این دوره کمیسیون انتخابات آن را ضروری خوانده و میگوید این طرح به دلیل عملی می شود که جلو سوء استفاده از نام زنان در انتخابات گرفته شود.